تو این فصل ما میخوایم در مورد ابزارهای کار با فایل‌های متنی صحبت بکنیم. تو فصل‌های گذشته تقریبا با یه سری از این کامند‌ها آشنا شدیم. کامند less هست که بیشتر به عنوان یک کامندی که برای متون طولانی که نیاز به صفحه بند داره ازش استفاده میکنیم. کامند cat که برای نمایش فایل های متنی هست. کامند head برای نمایش کامند سطور ابتدایی یک فایل، حالا به صورت پیش فرض 10 خط اول رو به ما نشون میده. کامند tail برای نمایش سطرهای پایانی یک فایل استفاده میشه که پیش فرض 10 سطر آخر رو نشون میده. کامند cut که برای فیلتر کردن یه سری ستون‌ها و یا یه سری کاراکترهای خاص از یک فایل متنی استفاده می‌کنیم ازش، و کامند sort که همونطور که از اسمش هم پیداست برای مرتب سازی متون یک فایل استفاده میشه، و کامند word count که به اختصار WC نوشته میشه که برای شمارش تعداد سطر، کلمات و کاراکترها در یک فایل استفاده میشه. دونه دونه این کامند ها رو بررسی میکنیم با هم. خب فرضاً من یه فایل طولانی رو درست میکنم، مثلا از 1 تا 1000 به واسطه کامند sequence. این رو میذارم مثلا اسمش رو 1000lines.txt. مشخص من الان اگه بگم cat 1000lines.txt چون تعداد سطور زیاده شاید من نتونم همه رو با هم بررسی بکنم. برای این کار میتونم از کامند less یا کامند more استفاده بکنم که میتونم بگم cat 1000lines.txt که برای من امکان صفحه بندی رو ایجاد میکنه که میتونم از طریق کلیدهای جهت داره بالا به پایین، و اگر آپشن حالا وی رو هم بهش پاس بدم میتونم از برای متونی که از لحاظ ارزی هم ارزششون زیاده میتونم از کلیدهای جهت داره سمت چپ و راست استفاده بکنم برای اینکه یک فایل طولانی رو پیمایش بکنم. میتونم با اسلش و علامت سوال توی یه فایل سرچ بکنم، مثلا اسلش 235 سطر، حالا متن 235 رو برای من انتخاب میکنه، و کاری که قبلا هم فکر کنم باهاش کار کردیم رو انجام بدیم. منوال لست رو میتونیم ببینیم با هم. خب در مورد کامندهایی که میشه استفاده کرد و چه آپشن هایی رو پاس داد صحبت شده اینجا، و اینکه چه شورتکات هایی رو میتونیم بزنیم که باشون چه کارهایی انجام بدیم. مثلا آپشن P go to the line containing byte offset n in the file که میتونیم به اون شماره offset که مد نظرمون هست بریم، و کارهای این شکلی کالا میشه سر فرصت بهش نگاه انداخت و بررسیش کرد. هرچند کارهای رایج توی لست واقعا همون در حد چیز کلیدهای جهت داره، اسلش برای سرچ رو به پایینه، علامت سوال برای سرچ رو به بالاست، کلید جی برای رفتن به ابتدای سطر و شیفت جی رفتن به انتهای سطر عمدتا استفاده میشه. اینا رایج ترین کلیدهایی هستن که توی واسطه لست ازش استفاده میشه. حالا آپشن های بیشتر اگه نیاز شد میشه مثلا سرچش کنم. خودم هم هیچ وقت نذاشتم مثلا خب منوال لست رو کامل بخونم. با کلید کیو رو با کلید کیو هم میشه از محیط لست خارج شد. کامند مور هم یه کامندیه که حالا MS-DOS و اینا خیلی رایج بود، حالا تو لینوکس هم هست ولی اون همه زیاد ازش استفاده نمیشه. بیشتر یه جور پیجینگ فقط رو به پایینه، یعنی شما
نمیتونین بعدش به بالا برگردین، فقط میتونین به سمت پایین حرکت بکنید. کلید بالا رو بزنید عملا کاری اتفاق نمیافته و کلید کیو هم میتونید ازش خارج بشید. کامند بعدی کامند کت هست که زیاد هم ازش استفاده کردیم تو طول کلاس. من کت رو اگه نگاه بکنیم عمده کاربردش برای حالا مشاهده یه فایل و اینکه چند تا فایل رو با هم ادغام بکنید. توی توضیحش هم آورده که concatenate files and print on the standard output، که حالا اگه بهش چند تا فایل بدیم میتونه اون فایل رو براتون ادغام بکنه و توی استاندارد آوتپوت برای شما چاپ بکنه. آپشن های جالبی که داره مثلا داش N که برای شما سطح ها رو میتونه براتون شماره سطح بزنه. مثلا فایل شکلی، حالا فایل تستی درست میکنیم، تست دو سلام گم کت داش N تست دو که براتون شماره سطح رو هم میزنه و بهتون فایل رو نشون میده. ولی خب محتوای اصلی فایل این هست که اینجا اومده. حتی با کامند NL هم میتونید این کار رو بکنید که فقط کارش اینه که براتون شماره سطح میزنه. ولی خب کت به عنوان یه آپشن اضافه هم براتون این کار رو انجام میده. حالا میتونیم مثلا یه سری آپشن های دیگه هم داشته باشیم، مثلا سری اسپیشیال کاراکتر مثل مثلا تب رو هم بهتون نشون بده، داش تی بزرگ مثلا براتون شو تبز میکنه. بعد یا مثلا داش وی برای شما کامند بعدی که در موردش قرار صحبت بکنیم کامند هد هست. کامند هد کارش اینه که همینطور که توی توضیح کامند نوشته این هستش که پارتای اولیه فایل ها رو براتون چاپ بکنه، که حالا میتونین از طریق آپشن هایی که وجود داره از جمله اینکه بهش به این که مثلا به حسب بایت بهش بگین از چه بایت رو بهتون نشون بده، حالا به صورت رنجی هم میتونین درخواستش کنید، و اینکه یا مثلا بهش تعداد سطر بدین. حالا دیفالتش اینه که 10 سطر اول رو بهتون نمایش بده، یا اینکه مثلا حالا عددی رو که خودتون دوست دارید مثلا چند 20 سطر اول بهتون نشون بده. و مود وربوس داره که عملا فقط اسامی فایل ها رو بهتون نشون میده. داش داش هلپ یا لای آپشن هلپ داره و داش داش ورژن که به شما ورژن این تولز رو نشون میده، که میگه که این هم از همون جزء پکیج کور یوتیلزه که از که روی ورژن 8.22 هست. خب حالا من کامند هد 1000 لاینز رو میزنم، 10 سطر اول رو به من نشون میده. من میتونم با آپشن داش N بگم مثلا 50 سطر اول رو به من نشون بده، یا مثلا فقط سطر اول رو به من نشون بده به این صورت. یعنی که با داش C میتونم تعداد بایت بهش بگم، بگم 1 بایت اول یا مثلا 10 بایت اول به این صورت. حالا چرا 10 بایت اول 1 تا 5 رو نشون داده؟ به خاطر اینکه ما توی هر سطرمون 2 بایت داریم حداقل تا این سطرهای اولیه زیر عدد 10، چرا که عدد 1 بعدش بک اسلش n هست که ثابت سطر جدیده، یعنی 1 بک اسلش n شد 2 بایت، 2 بک اسلش n شد 4 بایت، 3 بک اسلش n شد 6 بایت و الاخر تا 5 بک اسلش n که میشه 10 بایت. این هم از کامند هد. کامند بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم کامند تیل هست، که همونطور که
در توضیح این کامند اومده به شما پارت پایانی فایل ها رو نشون میده، به صورت دیفالت برای شما 10 سطر انتهایی رو نشون میده که میتونید از طریق آپشن داش ان حالا این عدد رو عوض بکنید اگر بخواید بیشتر یا کمتر از 10 سطر آخر رو داشته باشین. یه سویچ خیلی پرکاربرد داره به اسم داش اف یا همون داش داش فالو که اگر مثلا یه فایلی داشته باشین که دائما در حال اضافه شدن، هی دائما یه برنامه دیگه این هست که داره توی انتهای فایل همینطور داره اضافه میکنه، شما داش اف یا همون فالو میتونید فایلتون رو به صورت لایو اون تغییراتی که تهش داره اضافه میشه رو ببینید. مثلا یه اکسس لاگ فایل یه وب سرور دارین که پشت سر هم داره درخواسته وبی براش میاد و اون وب سرور هم داره دائما درخواسته که به سمت وب سرورتون میاد رو داره تو فایل اکسس لاگ می‌نویسه. شما میتونید مثلا با تیل داش اف مثلا اون فایل لاگی که داری مثلا تو شاخه ورلاگتون که هست به صورت لایو ببینین که اون ترافیکی که داره به سمت شما میاد لاگش رو توی اون فایل به صورت لایو فالوش بکنید. حالا یه آپشن دیگه ای هم داره داش داش پی آی دی، حالا جنبه بیشتر اسکریپتی داره که مثلا حالا فالوش که دارید میکنید پی آی دی اون برنامه‌ای که الان یعنی همون تیلی که اومده تو حافظه رو براتون تو اون فایل مینویسه. آپشن های دیگه ای هم داره مثلا داش داش ریتراي یا کیپ تراین تو اوپن ا فایل اف ایت از این اکسسیبل، حالا برای دلیل اگه فایل قابل دسترس نباشه با آپشن ریتراي شما بهش میگین که هی دائما تلاش بکنه که بتونه به فایل باز چیز رو فایل دیسکریپتورش رو عملا به فایل بتونه برقرار بکنه که بتونه به فایل دسترسی داشته باشه. حالا به هر دلیل چون مثلا فایل مثلا دیسکتون پر شده نمیتونه مثلا بهش اکسس پیدا کنه یا مثلا پرمیشنش رو نداره، یه پارامتر سیکیوریتی مثلا داره جلوشو میگه، این هی سعی میکنه که ریتراي بکنه. دیگه آپشن هایی که میتونید استفاده کنم داش سی مثلا که شما شبیه همون هد که تعداد بایت میدادین اون طرف هم میتونید تعداد بایت بدین. بعد عرضم به خدمتتون که داش داش اسلیپ اینتروال دارین که وید داش اف کار میکنه، سویچ داش افتون اگه ست شده باشه شما میتونید این آپشن رو هم لحاظ بکنید، sleep for approximately 10 seconds between iterations with inotify and dash dash pid fallon check process p at least 1 every 10 seconds که به اندازه این انسانیه هی توقف میکنه و بعد حالا ریتراي میکنه کارش رو انجام میده و اینها. حالا من با کامند تیل سراغ باز هزار لاینز دا تی اکس تی میرم، میبینید که 10 سطر انتهایی رو به من نشون میده. من میتونم اینجا n مثلا 20 سطر آخر رو بخوام، همینطور میبینین من حالا به واسطه ابزار تی ماکس با مرتبه سفر دونیم میکنم، میخوام بهتون کاربرد تیل فالو رو نشون بدم، تیل داش اف هزار نامبرز هزار لاینز دا تی اکس تی. شما میبینید که الان سطر آخر داره به من نشون میده و همونجا متوقف شده، به این معنی که همونجور داره لایو فالو میکنه که توی سطور پایانی فایل چه تغییرات اتفاق افتاده. اونجا که تغییر نداریم خب وایساده. من میام اکو میکنم مثلا 1001 اپند میکنم به فایل هزار لاینز دا تی اکس تی، میبینید 1001 اضافه میشه، 1002 به همین صورت. یا مثلا یه حلقه فور می نویسم میگم از هزار و مثلا سه تا هزار و پنجاه مثلا بعد میگم که هر بار این شمارنده آیو بگه به تهش اضافه کن، تهشم یه اسلیپ بکن، حالا نمیدونم اسلیپ
مبناش میلی ثانیه است یا ثانیه، یادم نمیاد، انقدر که تو هر زبونی متفاوته این داستانه. من اسلیپ رو میگیرم. نامبر پریفیکس اینجا میگه که پاز فور نامبر سکندز، یعنی ثانیه ایه. خب من اینو از کامنت خارج میکنم، میگم که مثلا اگر نیم بفهمه هر 500 میلی ثانیه شما بیا اضافه بکن. خب میبینید که الان داره هر 500 میلی ثانیه، 500 میلی ثانیه یا هر نیم ثانیه داره یه عدد اضافه میکنه تا به 1050 برسه. به سمت چپ صفحه ما الان میبینیم که همینطور این عدد داره بالا میره تا به 1050 برسه، به این صورت. خب اسکریپت سمت راست صفحه تموم شد. الان خب توی فایل باز تغییراتی ما نداریم، مثلا همین تو انتهای فایل متوقف شده. من چند تا انتر زدم که فقط یه خورده بیاد بالاتر که راحت تر بتونید ببینید، به این صورت. خب کامند بعدی که دوست داریم در موردش صحبت بکنیم کامند کات هست، که همطور که توی اکسپلینیشنش اومده میگه که use to filter specific columns or characters from a text file، که عمدتا استفاده میشه برای اینکه بتونیم ستون‌های خاص یا کاراکترهای خاص رو از یک فایل متنی بتونیم فیلترش بکنیم. خب دوباره به لینوکسمون برمیگردیم، منوال کامند کات رو میاریم. خب میگه remove sections from each line of files، حالا میگه که بخشای مختلفی رو از فایل جدا میکنه برامون. آپشن‌های مختلفی داریم، داش بی داریم که میتونیم بازم به صورت بایتی بهش بگیم، به صورت سی میتونیم بگیم، یا که بر اساس کاراکتر جدا بکنیم، یا میتونیم یک تفکیکگر براش تعریف بکنیم به اسم حالا دلیمتر، که بگیم که مثلا بر اساس کاما، سمیکولون، تب، اسپیس، چیزهای مختلف بیاد جدا بکنه. بعد حالا با این دلیمتره که اومدیم جدا کردیم، میتونیم بگیم که خب حالا فیلداش رو مثلا واسمون جدا بکن. با داش ان میتونیم بخوایم که مالتی بایت کاراکتر رو جدا نکنه. حالا توی مثلا بیشتر احتمالاً یونیکود و اینا معنی داره، چون توی میدونید ساختار انکودینگ یونیکود شما کاراکترهایی دارین که چند بایتی هن، یعنی نمایششون فقط یه بایتی نیست. مثلا اسکی و انسی اوکی هن، چون حالا انسی که 7 بیتی، اسکی هم 8 بیتی، خب تو یه بایت جا میشه، ولی یونیکود خب قطعا این اتفاق نمیفته. که میتونیم از این آپشن بخوایم که این کاراکترهایی که چند بایتی هن رو تفکیک نکنه و برای اونها این داستانه رو رعایت کنه. داش اس میتونه do not print lines not containing delimiters باشه، اونه که حالا اون تفکیکگری که براشون تعریف کردیم و نداشتن اون سطر رو کلا نشونمون نده. و آپشن output delimiter use string as output delimiter the default is to use the input delimiter. حالا اگه به هر دلیلی بخوایم delimiter رو چاپش بکنیم، میتونیم بیایم delimiter که نمایش داده میشه به عنوان خروجی رو جایگزین بکنیم با اون تفکیک کننده ای که دوست داریم. حالا دیفالتش هم اون چیزیه که به عنوان ورودی توی آپشن دشتی یا دش دش دلیمیتر دادیم. خب میریم تستش بکنیم. خب من یک فایلی رو حالا با بیایم باز نکنم، میگم مثلا نیمز دی بی، مثلا میگم حمید کاما مثلا امامیان کاما مثلا تهران، با کاما دارم جدا میکنم اطلاعات رو، آرش کاما مثلا کشاورزی کاما مثلا تهران، بعد مثلا سپیده مثلا نایی مثلا اصفهان، مثلا آرمین کاما مثلا رضایی مثلا تبریز، مثلا امید مهدوی فرزن شیراز، به این صورت. خب من کامند کات دشتش هلپ رو میزنم که یه دفعه سریع به من آپشن هایی که دارم رو نشون بده. مدل نوشتن اینه که کات فاصله آپشن هایی که میخوایم فاصله لیست فایل هایی که میخوایم داشته باشیم. خب من میگم کات مثلا بر اساس دلیمتر کاما بیا جدا کن،
بعد میگم فیلد مثلا ارزم به خدمتتون که میدونین دیگه، من اول اسمو نوشتم بعد کاما زدم نام خانوادگی بعد کاما زدم اسم شهر. مثلا میخوام لیست شهرها رو داشته باشم، یعنی ستون یکم اسم، ستون دوم نام خانوادگی، ستون سوم شهر. پس من میگم فیلد سوم که فرضاً اسم شهرها رو داشته باشم. بعد فایل نیمز دی بی، میبینید که اسم شهرها رو فقط برای من لیست میکنه. یا مثلا میگم فقط اسم و مثلا اسم شهرش، یک و سه میاد مثلا حمید کاما مثلا تهران، آرش کاما تهران، آرمی مثلا کاما تبریز، امید مثلا کاما شیراز فرزن. یا مثلا میتونم فکر میکنم تا هم میفهمه، یعنی ستون یک تا سه. حالا اگر مثلا بخوام چندین ستون داشته باشه، مثلا میگم از ستون دوم تا ستون چهارم رو مثلا برای من نشون بده، یعنی ستون دو، ستون سه و ستون چهار. به این صورت هم میتونیم بگیم. یا مثلا از ستون دو به بعد اون دشش رو خالی بزنید دیگه، تا تهش رو ستونهای آخر رو براتون چاپ میکنه. یا مثلا میتونیم همین رو به صورت کاراکتر بیس بگیم، بگیم مثلا از کاراکتر اولشون تا کاراکتر پنجمشون رو به من نشون بده، مثلا حمید، آرش، سپید، آرمین، امید، کاما. اینجا فقط میاد بر اساس کاراکتر بیس به من نشون میده. حالا اگر بخوام فرض بکنید که توی آوتپوتی که داره چاپ میکنه اون دلیمیتر نهایی رو عوض بکنم، یه آپشنی داشتیم که میتونیم اون دلیمیتر ارزان به خدمتتون خروجی رو جدا بکنیم، مثلا با آپشن آوتپوت دش دش آوتپوت دش دلیمیتر میتونیم این کار رو بکنیم. خب من میگم اینجا دش دش آوتپوت دش دلیمیتر، بله، میگم مثلا ادساین. حالا میتونم اسپیس بدم، میتونم هم ندم، خودش میفهمه اینو. خب نفهمید. بعضی از کامنت ها اینو متوجه میشن واقعیتش. خب با فاصله دش اینو متوجه شدم، فکر کنم اینو بهش بچسبونم باشم، بازم نه متوجه نمیشه اینو واقعا. خب به این صورت میشه تفکیکش کرد. حالا مثلا ممکنه من بخوام اینو با یه تب جدا کنم، یه کنترل وی میزنم که برم تو ویژوال مود، بعد تب رو میزنم که کاراکتر تب رو بگیره، بعد انتر میکنم که بیاد بر اساس تب اینها رو جدا بکنه، یا مثلا دو تا تبش کنیم که یه دست بشه، یا حتی مثلا به این صورت. حالا چون اون تیکه کشاورزی از یه تب عبور کرده، اون تب آخر باعث میشه اون تهران وسطی منظم نشه. به این صورت ما میتونیم دیتا رو با کات جدا بکنیم. آپشن دیگه ای که جالب باشه بایت. حالا اگر بخوایم برعکس به بایت هم مثلا جدا بکنیم، مثلا میتونم بگم که بایت که دیگه دلیمیتر نداریم، البته دش بیه مثلا بایت 10 تا بایت 20 شو 10 تا 20 رو به من نشون بده. به این صورت میتونه به همون نشون بده. حالا واسه بایت بیشتر برای ساختار سکوئنشیال خیلی معنی میده، یا برای سطح متنی خیلی معنی میده، مگر اینکه واقعا یه استراکچر خیلی مشخصی داشته باشه. بیشتر حالا اینکه بایت رو ما جدا بکنیم بیشتر جنبه اینو داره که بخوایم فایل باینری رو ارزان به خدمتتون که خیلی استراکچر مشخصی دارن رو بخوایم تفکیک کنیم، ولی برای فایل متنی خیلی تفکیک بر اساس بایت شاید خیلی معنی نده، بیشتر همون دلیمیتر و بعد فیلد و اینها بیشتر رایج بشه توی کامند کات. مطلب بعدی کامند سورت، که بخوایم یه فایل رو سورت بکنیم. مثلا من میام کت میکنم همین فایل نیمز دی بی رو، بعد میخوام بر اساس شهر مثلا مرتب بکنم. چیکار میکنم؟ میام میگم کات کن، دلیمیترت کاماست، دش افت فیلد سومه،
names db، اسم شهر رو بر من میاره، پایپ میکنم استاندارد آوتپوت این کامند رو میدم به استاندارد اینپوت کامند سورت، که سورت میاد برای من بر اساس حروف الفبا مرتب میکنه. حالا اگر دوست داشته باشم مثلا اسامی تکراری رو حذف بکنم، مثلا میخوام ببینم که کل این آدمایی که توی نیمز دی بی هستن پراکندگیشون تو چه شهرهاییه، فقط در حد اینکه اکتفا بکنه اسم شهر رو یه دفعه هم بنویسه برام کافیه. مثلا کامند یونیک من میتونم بخوام که برای من این شهرهایی که چند بار تکرار شدن رو برای من حذف بکنه و اسم رو به صورت یکتا برای من چاپ بکنه. خود آپشن یونیک، یه کامند یونیک، یه آپشن جالبی هم داره بسم داش سی که براتون کانت میکنه، که مثلا میگه از اصفهان یه نفر، شیراز یه نفر، تبریز یه نفر، مثلا دو نفر تهرانی هم. به این صورت هم میتونه براتون خروجی رو نشون بده. کامند سورت چند تا آپشن هم داره که جالبه، حالا با هم بررسیشون بکنیم. یکیش ارزم به خدمتتون داش آر کوچیکی که به صورت ریورس براتون سورت میکنه. سورت دیفالت کامند سورت به صورت سعودیه، از کوچیکتر به بزرگتره. داش آر رو ست بکنید براتون نزولی سورت میکنه. یعنی اگه مثلا من بگم سورت نیمز دی بی، حالا بذارید کاتش بکنم که شهرها رو جدا بکنه، کات داش دلیمیتر کاما فیلد سوم کاما سورت، اسم شهر رو بهش ندم، اسم فایل ورودی رو بهش ندم، نیمز دی بی، خب اسم شهرها رو برای من آورد. اینجوری یونیک هم میکنم که اسامی تکراری رو حذف بکنه. خب الان میبینید اصفهان خب چون با ای شروع میشه اومده تو اول صد. اگه بخوایم سورت نزولی اتفاق بیفته یه داش آر هم میزنیم که ریورسش بکنه به این صورت. حالا اگر اینطوری دوست نداشتیم میتونیم با کامند تک که همون اولی کلاس صحبت کردیم هم میتونیم یه لیست رو براتون برعکس بکنه. توی سورت یه مطلب دیگه ای هم هست، اونم جالبه بدونید، داش ان یا نیومریک سورته. کلن سورت بر اساس استرینگ میاد اون ورودی ها رو مرتب میکنه. حالا اگه یه جایی مثلا شما یه ورودی داشته باشین که عدد توش باشه، چون به عدد به صورت رشته‌ای نگاه میکنه، اون موقع سورت کردنش عددی نمیشه، بازم استرینگی میشه. حالا مثلا فایل همون هزار نامبرز رو اگه شما ببینین، برای اینکه خب طولش زیاده، من مثلا میگم 20 تای اولش رو برای من بیار. خب این فایل یه فایل عددیه. خب الان من اگه بیام اینو بگم سورتش کن، چون این بهش به صورت استرینگی نگاه میکنه، اگه دقت بکنید الان میبینید که یک بعد نوشته ده، دهه به خاطر اینه که واقعا چون داره رشته‌ای مقایسه میکنه عدد رو، بهتون اینجوری نشون میده مثلا یک اومده، بعد یک صفر، بعد یک یک، بعد یک دو رشته‌ای، بعد یک سه رشته‌ای، بعد یک چهار رشته‌ای، الاخر تا میاد تا به عدد یک نه، بعد به متن یک نه میرسه، بعد به دو، بعد به دو صفر، بعد سه چهار پنج شیش هفت هشت نه، کاملا رشته‌ای برای شما این متن رو مرتب کرد. اگه بخوایم بهش خاصیت مرتب سازی عددی بدین، داش این رو هم بهش پاس میدین. حالا فایل هزار لاینز که واقعا چیز بود، واقعا عرضم به خدمتون که مرتب بود، ولی حالا من اینو بزنم براتون مرتبش میکنه، یا این آرش بکنم ریورس مرتبش میکنه، یا میتونیم فایل هزار لاینز رو به هم بریزیم. یه کامندی داریم اسم شافل، که شافل برای شما، بذار من هد مثلا 20 تای اول رو بگم، بعد بگم شافلش کن که برای شما بیاد این اعداد رو به هم بریزه. مثلا یه دفعه اجرا میکنم ببینید 12 8 3 11 9 16 15 همینطور به صورت تصادفی این اعداد رو پشت سر هم میچینه. یه بار دیگه اجراش میکنم ببینید این دفعه مثلا عدد 18 اومده اول، بعد عدد 6، بعد 14، کلا ترتیب به هم ریخته بخاطر این کامند شافل هست. حالا من اینجا مثلا میام، حالا میگم مثلا سورتش کن رو یه خورده معنی بده، مثلا داش ان. خب میبینی که یه عدد حالا به صورت عددی مرتب شد. این هم از کامند سورت. کامند آخر هم ورد کاونت هست، یا همون کامند WC. میتونیم ببینیم که یه متنی که داریم مثلا
چند سطریه، چند تا کلمه توشه، چند تا کاراکتر توشه. همینطور خالی WC رو بهش بدین، به شما سه ستون دیتا میده، کلا بهتون میگه که 20 سطر دیتا توشه، 20 کلمه توشه. کلمه هم تفکیک کردنش بر اساس اسپیس و یا مثلا انتر و اینجور چیز هست، دیلیمیتر های این شکلیه. و 51 هم کلن تعداد کاراکترها و تعداد حروف قابل نمایشیه که اینجا به کار رفته. من دبلیو سی رو اگه ببینید یه سری آپشن داریم. داش سی فقط بهتون بایت کاونت رو میده، داش ام فقط بهتون تعداد کاراکترها رو میده، داش ال بهتون تعداد لاین رو میده، داش داش 50 داش فرام اف میگه رید اینپوت from the file specified by null terminated names in file f. If f is dash then read names from standard input. خب این امکان رو هم دارید که شما به استاندارد اینپوتش ورودی بفرستین و اینکه حالا با فایل هایی که حالا null terminated ان از توی فایلی، خیلی منظورش متوجه نمیشم. و یا مثلا داش دبلیو بدیم بهتون تعداد کلمات رو نشون بده به این صورت. خب مثلا میتونیم بهش ورودی فایل هم بدیم، مثلا میگم دبلیو داش ال تعداد لاین مثلا 1000 لاینز که بهم میگه که 1050 عدد توی داخلش قرار گرفت. اون 50 تای آخرش هم بخاطر اون اسکریپتیه که خودمون نوشتیم و 50 صد بهش اضافه کردیم. به این صورت. این هم از کامند ورد کاونت. من همینجا این فصل رو به پایان میرسونم و ادامه بحث رو در فصل آینده خواهیم داشت.